شما افسرها رو نمیشناسین. به همین دلیلم دارین زود قضاوت میکنین. اون هیچ وقت بیماریشو جدی نگرفته. آها. شما این موضوع رو گفتید که جدی تر بشه. به نظر من اون باید بره اروپا تا اطمینان خاطر بیشتری پیدا بکنیم. اگر هم آزمایشات مثبت باشه اونجا میتونن معالجش بکنن. سرطان مغز و استخون خواهرزن شما علاج نداره آقا. فقط باید خدا کمکش کنه تا بیشتر زنده بمونه. من برای حساسیت شما این موضوع رو گفتم تا بتونیم مرگ اونو به تأخیر بندازیم. اما فکر نمیکردم شما با این کارتون راحت مرگ اونو جلو بندازید. معذرت میخوام آقای دکتر. مگه استغفرالله شما خدایین که تکلیف مرگ و زندگی مردم رو روشن میکنین؟ خیلی وقت هم شده که شما اشتباه میکنین. من کسی رو میشناسم که الان 20 سال دکترش گفته باید بمیره ولی هنوزم زنده است. پس شما به تشخیص من شک کردی؟ بله. یعنی در واقع مطمئن نیستم. پس چرا تشخیص مشکوک منو به شما منتقل کردید؟ برای اینکه بفهمه بیشتر به فکر خودش باشه، به فکر معالجش باشه. بیماری ایشون علاج نداره. ببینید آقای دکتر، مرگ و زندگی دست خداست. بده من خودم میبرم. مهم اینه که اساساً یه خبرایی هست. پاگه یه معامله در کاره. بارکالله بارکالله. جدن که ثابت کردی به سر خودمی. ببین مادر بزرگت اسم منو فتح‌الله گذاشت چون خدا دادی تو همه کارو موفق بودم. حالا تمام ارث و میراثمونو جمع بکنیم پول بنز اون مشتری کارخونه نمیشه. جدن که روسفیدم کردی. آقا جان شما صبر کنید ببینید چه میکنم. حالا تو فعلا پول کمیسیونتو بگیر بعد لاف بزن. آقا اگه من پول کمیسیونو بگیرم بیارم اینجا به شما نشون بدم یه بار دیگه بیرید خواستگاری؟ نه ببین خواستگاری نه، ولی اون قبلی رو فراموش میکنم. ای بابا، حالا جیر کار کجاست؟ قرار شد یکی رو خودم جورش کنم دیگه. خیلی خوب باشه، خودت بکن. قربانم من سن انتیلیق یادونان گتمسی کنه دیدین ها. کار خوبی کرده احسان، باید میفهمیدم. سبک شدم خیلی. هیچ کس احساس من اونجایی که خودم میفهمم درک نمیکنه. تو بری گریه میکنی؟ قربون پسر گلم برم که بر من ناراحته. زندگی دیگه باید ساخت. عمر مثل رد میاد و میره. خوشحالم که پیش منی. تو هدیه خدای احسان. خیلی شکرش میکنم، ازش ممنونم. هیچ وقت مثل حالا این آرامشو نداشتم. دیگه گریه نکن، بذار بخندی باشه؟ یا خوش باشیم. میخوام از بهار زندگی لذت ببرم. باشه؟ باش باشه بابا. از کجا معلوم که دکتر محمود اشتباه تشخیص نداده باشه؟ من مطمئنم که دکتر محمود اشتباه تشخیص داده. باید دکترهای دیگه هم ببیننتون. من ببینمتون اروپا. همه دکترهای دنیا باید شما رو ویزیت کنن. دکتر محمودی دکتر خوبیه، فکر نمی کنم تشخیصش اشتباه باشه. از کجا مطمئنیم که تشخیصش درست باشه؟ خب برای اینکه از آزمایشایی که دادم مطمئنه، ولی این حرفو که نمیزد. خب ایرادی داره دکترهای دیگه هم ببینن؟ نه. خب
این کار پول میخواد. این خونه، ببین من از بحث فروش خونه خسته شدم. باشه نفروشینش، ولی دکترهای دیگه هم باید شما رو ببینن. این خونه رو نفروشین. من نمیدونم، این خونه ارزشش از جون شما بیشتره. این خونه با تمام خاطرات گندش که 24 ساعت داره عذابتون میده، نفروشش. ولی من نمیذارم. مامو ازت خواهش میکنم کمکم کنم. چجوری؟ بگی اسناد مدارک که کارخونه کجاست. اسناد و مدارک؟ این دکتره فکر میکنه که عقل کله. باید بهش میگفتم خانم، باید بهش میگفتم کدوم تشخیص، کدوم کشک. اصلا امر بهش مشتبه شده. ای بابا، خودم ورش میدارم میبرم اروپا، به بهترین دکترهای اونجا نشونش میدم. اصلا نمیخواد خونشو بفروشه. خیلی خب نفروشه، با پول خودمون میبریمش. من خودم ماشینمو میفروشم. مگه ماشین من در مقابل جونه انسان چه ارزشی داره؟ اونم چی؟ انسانی مثل افسانه؟ دروغ میگم؟ امروز جمعه بود، کجا بودی؟ چطور مگه؟ میخوام بدونم کجا بودی؟ خب رفته بودم بیمارستان پیش دکتر افسانه. خب بعدش چی؟ بعدش چی؟ اومدم خونه. این سوالا چیه که میکنی؟ ببینم اگه تو توی شرکت نباشی هیچ اتفاقی نمیفته؟ ای بابا، یه مدتی نمیرم شرکت، با هم دیگه ورش میداریم میبریمش اروپا. الو جانم. حاج آقا شمایی؟ من الان یه جلسه خیلی مهم میدارم، بعدن تماس بگیریم. خداحافظ. حاج آقا بود. این حاج آقا مرد دیگه. دقیقا همین جا چالش کردم. مطمئنم برای که به عنوان علامت حتی این سنگرم گذاشته بودم روش، ولی عجیبه. یعنی از چند حال خارج نیست، چون کلید این خونه رو فقط مرتضی داره و افسر و مصطفی و مهناز با زهرا خانم. این زهرا خانم چه جور آدمیه؟ اصلاً ذهن طرفش نره. خب آخه من نمیدونم، من تا حالا فکر میکردم که این سند و اینا پیش شماست. یا مرتضی چند بار مشتری آورد برای این خونه؟ مشتریاش اگه نمیدونم، اگه دست مرتضی باشه گرفتنش خیلی کار سختی. آخه من میترسم دیر بشه. مامان من یه چیزی از شما بخوام بهم نه نمیگین؟ تا چه کاری باشه؟ من از هر دکتری وقت گرفتم شما بیا. فایده نداره احسان. ببین این همه آزمایش با دستگاه‌های پیشرفته که نمیتونه خطا بکنه. نه حالا شاید دکتر محمودی اشتباه کرده باشه، خب ضرری که نداره. من که میخوام برگردم فرانسه، شما رو هم با خودم میبرم. ها برای چی برگردی؟ ببینید ماما، من اونجا عادت کردم. یعنی من شاید حالا خواستم اونجا ادامه تحصیل بدم، در ضمن من اونجا کارم میکنم. چه کاری؟ من اونجا توی رستوران کار میکنم و گارسونی. نه اونجا هیچ کاری عیب نیست. میدونم اینجا هم هیچ کاری عیب نیست، ولی استعداد تو خیلی بالاتر از ایناست که بری توی رستوران کار بکنی. من آینده تو رو خیلی درخشان میبینم. دوست دارم تو همین مملکت خدمت بکنی. ایران و فرانسه نداره، برای چی میخوای بری برگردی؟ ها؟ ببینیم مامان، من تا حالا توی زندگیم هیچ کار درخشانی نکردم. خب
و اصلا بعد بگذاریم از این حرفا. من الان به هیچ چیز دیگه ای به جز معالجه شما فکر نمی کنم. دیگه هم نمیخوام که راجبش اصلا به هیچ شما صحبت کنم. سلام مرتضی. سلام علیکم. سلامی چو بوی خوش آشنایی آقا فتح‌الله. آقا مرتضی پس چی شد عزیز من؟ مشتری که پول نقدش داشت توی بازار راکت کمه ها، دارم میگم. ما داریم تلاش خودمونو میکنیم آقا فتح‌الله، ولی خب همچی یه کمکی طول میکشه. خیلی خوش آمدین آقا مرتضی. حال دخترتون، پسرتون، اهالی منزل چطورن؟ خوبن؟ آقا فتح‌الله یه دختر خوب واسه این پسرت پیدا کن، مثل اینکه خیلی عجله داره. اون فقط در یه خونه رو میزنه، چیکار کنم؟ ای بابا، مگه دختر قطعیه؟ توی فامیل خود ما 3-4 تا دختر هست، چون پسر خوبیه حاضرم بهش معرفی کنم. اوه چه خبره 3-4 تا؟ نه بابا نگفتم که 3-4 تا رو با هم بگیره، که خرجش زیاد میشه، همون یه دونه بسشه. مثل اینکه تجربت خوب ها. ای بگی نگی. آقا شهرام. بله. اگه قول بدی که یاد ابوی بندازی که زیر پای مشتری بشینه که فرار نکنه ها، منم بهت قول میدم راضیش بکنم برات آستینشو بالا بزنه یه جای دیگه. چشم. آخه زن میخواد چیکار کنه؟ حالا کیه که به این زن بده؟ آخه چشه؟ پسره به این خوبی؟ آره دیدیم چطوری پذیرایی کردیم. آقا فتح‌الله شما هم که همیشه توی گذشته سیر میکنی، اگه اینجا نشد خب یه جای دیگه. حالا یه معامله ای داره میکنه، معامله یه کارخونه است که شایدم نشه، اما اگه بشه اساساً چی میشه؟ امو احسان ناراحت نباش، هرچی تقدیره همون امو. همین امشب به بچه های کوچکتر عیت میگم داد بکنن انشالله. آره هرچی خیره همون میشه امو. از همین هیئت خیلی حاجت گرفتم. بفرما. مرسی امو صفه. نوش جونه. آخه با نظر خالی هم که نمیشه که. خب بله بله نمیشه، باید دکتر ببریش آزمایشی چیزی اینطوری که نمیشه. اصلا حرف منه که گوش نمیکنه همون سفر. نمیدونم برید، انگار یه دفعه همه چی روی سر من خراب شد. مرگ پدرم، همین مریضی مادرم، ولی نمیدونم الان راضی ترم هستم. عمو صبرشو بهت داده. حضرت زینب سلام الله علیها همه فامیلشو نزدیکاشو از دست داد، اما خدا یه صبری بهش دادم جون که نمونه نداره. مادر، پدر، برادر بزرگترش توی کربلا یه دفعه همه فامیلش شهید شد. از همه مهمتر حسینو که عاشقانه دوست داشت از خدا صبر طلب کرد. سخته نه؟ خیلی. یعنی وقتی که پدرم رو دست دادم فهمیدم که سخته. اما برای زینب شیرین بودم. شیرین؟ آره چون وقتی یزید پرسید تو کربلا چی دیدی؟ دیدی تمام اقوام تو خدا ازت گرفت، نزدیکات ازت گرفت. زینب سلام الله علیها گفت هیچ ندیدم به جز زیبایی، لا رأیتو الا جمیلا. پس بعضی از مرگا خیلی زیباست. ولی مرگ پدر من اصلا هم قشنگ نبود، همش پول، ثروت، هرچی دنبال ترقی بود بیشتر فرو می رفت. اما خدا ثروت رو به آدم میده
که بهش نزدیکتر بشه، اما برعکس میشه. خود خدا میفرماید که انسان رو ما حریص آفریدیم. براش عمو جون طلب آمرزش کن. نمیدونم چرا دلم میگه این کار صلاح نیست. حالا استثنان این بار پارو دلت بذار. خواهش میکنم به حرف من گوش بده. آخه ممکنه اشتباه کرده باشی افسانه جان. نه اصلا، من تصمیم خودم گرفتم. ببین این مسائل مربوط به امروز و دیروز نیست. حتی قبل از احسان من خیلی روش فکر کردم، اما هیچ وقت جرأت این که عملیش بکنم و نداشتم. اما حالا دیگه تصمیمم قطعیه. آخه چرا من؟ برای اینکه من فقط تو رو دارم. ضمن اینکه تنها کسی که بهش اطمینان دارم تویی. پس خواهش میکنم کمکم کن. نه نگو. ماموریت سنگینی افسانه. این ماموریت نیست، یه وظیفه است. در ضمن تو رو من انتخاب نکردم. انتخاب تو از جانب خداست. من میگم بازم فکر کن، ضرر که نمی‌کنی. ببین این اتفاقای اخیر به اضافه اومدن احسان باعث شد که من مصرانه این کارو بکنم و از تصمیمم بر نمیگردم. همه چیزم تو این پاکته. فردا میریم محضر، منم میام امضاش میکنم. حداقل یه صحبتی با احسان بکن. به هیچ وجه. من تصمیممو گرفتم. یه فکری پشت این کاره که نتیجهشو بعداً میفهمی. افسانه جان از عاقبتش میترسم. از تو بعیده. خب اینم از این تمیز شد، بدش من. همون سفر خداحافظ. چی خداحافظ؟ این حرفا نداریم ها. پس کی اینجا به من کمک بکنه؟ بکن اینا، بکن. یالا. مثل اینکه دیگه گیر کرد. چش. خدا کاری کن که همیشه تو خونه امام حسین گیر کنه. سلام. بی‌معرفت، تو به چه حقی این کارو کردی؟ تو بر چی به مادر من برگشتی این حرفو زدی ها؟ احسان، اینجا جای دعوا نیست. تو حق نداری تو خونه امام حسین دعوا کنی. آخه حق داره همون سفر، حق داره. اما یه خورده داره عجله میکنه. ولی به هر حال حق داره. تو برای چی این کار کردی؟ تو دروغ میگی که دلت به حال مادر من میسوزه. نه خیر، تو نمیخوای خونشو به خاطر اون بفروشی. تو میخوای اون بمیره تا تمام اموالشو بالا بکشی. من آروم باش پسر خوب، پدر صلواتی، آروم باش. بذار بگه خالیشه، بذار بگه عمو سفر، بگو. تو باید بگی. برای چی بهش گفتی؟ منم میدونستم که سرطان داره، اما سوختم و اصلا به روح خودم نیاوردم. ولی تو برای چی با جونش بازی کردی؟ ها؟ مگه تو چی کاره مایی؟ ما میتونیم اونو معالجهش بکنیم. به شما هیچ ربطی نداره. ولی به تو که مربوطه. دکترش گفته، دکتر محمودی گفته که هیچ کس، هیچ دکتری نمیتونه اونو معالجه کنه. پس ناامید شدی آن؟ ناامید شدی؟ ببین دکترش بیجا کرده. الان علم پیشرفت کرده. تو خارج کشور بودی پسر. یکی از دوستای افسر 20 ساله که دکترش بهش گفته باید بمیره، اما هنوز زنده است. نمیدونم باید بهش میگفتم یا نه. خیلی فکر کرده بودم. گفتم شاید اینطوری یه جوری حال و روحیات خودش رو بفهمه، به فکر خودش باشه. نمیدونم، شایدم اشتباه کردم. ولی هیچ راه دیگه‌ای به عقلم نمیرسید. تنها راهی که به عقلم رسیده بود همین بود. ببین اگه میخواستم مالشو بالا بکشم خیلی زودتر از اینا میتونستم این کارو بکنم، اما نکردم. پس بگذریم. من حاضرم کمک بکنم تا اونو پیش بهترین دکترهای دنیا ببریش. شما برای چی دلت به حالش میسوزه؟ اون خواهر زن منه.
اون موقع که با مسعود با هم دیگه درگیری داشتیم، یه چند سالی از هم دور بودیم و قهر بودیم، اما بعد که اون فرار کرد و رفت، دائما با خانواده من ارتباط داشت. تازه فهمیدم چه جور آدمیه، به فکر همه هست جز خودش. ببین احسان، اون حرف تو رو گوش میکنه، اینو همین امروز نقدش کن. مبلغش خیلی زیاد نیست، ولی با این میتونی توی چند تا از بیمارستانهای خوب تهران اونو ببری که آزمایش بشه. شایدم دکتر محمودی اشتباه کرده باشه. ببین، تو میتونی رو کمک‌های من حساب بکنی. راجع به این موضوع هم به افسانه هیچی نگو، اصلا به هیچ کس هیچی نگو. باشه؟ والا ما که خدمتون عرض کردیم، چیزی دست من نیست. اگه بود خدمتون تقدیم میکردم دیگه. نه، اولش فکر میکردم از اون بچه های بی عرضه ای هستی که هیچ رقم نمیشه رو حساب کرد، ولی بابات راست میگفت، خیلی با عرضه ای، خیلی با جنم. آقا میگفت؟ بله. خب قیمت بده ببینه میخوای چه کار کنی. قیمت که والا یه چیز دست ما رو بگیره، سر رفیقونم کلا نره. همین قیمت. آقای مهندس اگه سند دستم بیاد قیمتم بهتون میدم، من تو بعد یه خورده این دوربرا رو تحقیق کنم، قیمت روز البته یه خورده ارزونتر خدمتون میگم. چطوره؟ بگو ببینم سندها رو کجا قایم کردی. والا آقای مهندس این سندها حقیقتش گم شده آقای مهندس. داری بازارگرمی میکنی نه؟ بابا بازارگرمی کدومه؟ راستش میگم گم شده، من تو پیداش میکنم آقای مهندس. گوش کن، اگر خیلی لفتش بدی خودم میرم احسان رو پیدا میکنم، بعد معامله بی معامله ها. اینطوری هم نیست آقای مهندس، فقط من میدونم جای احسان کجاست. احسان یا خونه شماست یا هتل یا مسافرخونه، گیر آوردنش همچه کاری نداره که. تازه شایدم رفته باشه خونه مادرش. نه دیگه نشد، من فکر میکنم شما خیلی باهوش‌تر از این حرف هستی. احسان فکر میکنه مادرش مرده، مسعود به مادرش هم گفته که احسان مرده. قضیه به این راحتی هم نیست، منتها اگه میخواهید برید پیداش کنید. خیلی خوب، ببین یه کار دیگه، بیا من تو یه معامله با هم بکنیم. چطوره؟ معامله چی؟ تو کل کمیسیونه از این کار میشه 10 میلیون، درسته؟ 10 میلیون، بله. ده. من همین الان 10 میلیون چکشو مینویسم میدم دستت. تو فقط یه لطفی در حق من بکن. چیکار؟ دست احسانو بگیر بیار اینجا بذار تو دست من و سلام شد تمام. یعنی با 10 میلیون تومن رفیقمونو بفروشیم دیگه. خیلی خوب، 20 میلیون خوبه؟ آقای مهندس من این کارو نیستم، حلال واری باشه هستم، من تو اینجوریش نه. حلال 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 بابا، من که نمیخوام بکشمش که تو داری میترسی. بالاخره یه مطلب دیگه، تو میخوای زندگی کنی یا نه؟ گوش کن، یعنی همه چی، یعنی آرامش، یعنی آسایش، یعنی عشق، یعنی ازدواج. اصلا ببینم تو ازدواج کردی؟ نه. میخوای ازدواج کنی یا نه؟ چرا میخوام ازدواج کنم؟ میدونی با 20 میلیون تومن چه کار میتونی بکنی؟ خب اگه اینجوری سر رفیقم کلا بره چی؟ ای آقا، ما که اهل دوز کلک نیستیم، بعد یه کمی عجله داریم. ببینم تو بالاخره میخوای چه کار کنی؟ خب
چی شد؟ رفت حسینیه، سر کار بودیم. حسینیه برای چی؟ حتما چون داره محرم میشه، هفته دعایی، نظری، چیزی. یا اصلا رفته به عمو سفر پولی چیزی بده، یا یه کمکی به هیئت، یا اصلا به فقرا کمک کنه. صبح یه 100,000 تومن از بانک موجودی میخواست، پس چکو داده به عمو سفر. باریکلا مرتضی. مامان، من فکر میکنم در مورد بابا اشتباه میکردیم. آخه بعیده. بعدش کجا رفت؟ بعدش رفت شرکت. تا دم شرکت رفتین؟ آره، تازه نفری 150 تومن هم کرایه‌مون شد. تحقیقات کامل نیست. مگه تو نگفتی که پولی برات نمونده حتی برای کفن و دفن بابات؟ خب شما چی کار داری من این از کجا آورده؟ آیا یکی از دوستان؟ اتفاقا برام مهمه که این از کجا اومده. آقا مرتضی. مرتضی؟ ممکن نیست. چرا؟ قرار بود به شما نگیم. میبری پسش میدی. خب چرا؟ خب الان احتیاج داریم ما به این، بعدنم بهش برمیگردونیم. همین. همینی که گفتم. من تا حالا پول از کسی قرض نکردم. مگه عقل تو از دست دی بچه؟ دیگه داری خستم میکنی. خونه رو که نمیفروشی، پول که از کسی قرض نمیکنی، خب من اینجا فقط باید شاهد آب شدنت باشم؟ خب یه بارم به حرف دیگرون گوش بده، خب شاید ضرر نکردی. چکو بهش بده. خیلی خب، من طلامو میفروشم. شاید اینجوری یه فکری هم برای جنازه بابات کردیم، برش میگردونی میرم. خونه چی؟ خب میتونیم بریم به خونه کوچیکتر. مثل اینکه دستتو گذاشتی تو دست مرتضی. نکنه نقشه چیزی با هم کشیدی؟ آخه مامان نقشه یعنی چی؟ تو که میگفتی سر شوهرخالتو میخوای بذاری زیر گیوتین؟ تو که میگفتی تمکاره؟ هنوزم بهش اطمینان ندارم. برای من هیچ کسی هیچ چیزی مهم نیست. سلامتی شما از هر چیزی برای من مهمتره. اگه این سند لعنتی کارخونه گم نشده بود، میرفتم با هر قیمتی که شده معاملش میکردم، کلی هم از مشکلاتمون حل میشد. مگه بهروز پیدا شده؟ من دارم با مباشرش معامله میکنم. پس هنوز هم قیم با شک بازی در میاره. آخه من که اهل این بازی ها نیستم. میبرم طلاعاتو بفروشم. چی تو کلشه من نمیدونم. آخه چرا من؟ چون بهت اطمینان داره بابا. یا قمر بنی هاشم، با دل مردم چه میکنی تو؟ بعضی از این مردم فهم کنن این آدم ها اعتقادات درست حسابی ندارن. آخه مگه میشه؟ مردم اهل بیتو دوست دارن، امام حسین رو دوست دارن. همین زهیر ابن قین وقتی همراه امام حسین رفت کربلا که به جنگه، هی گفتن آی چرا اومده، چجوری شده که اومده، این آدم که اعتقاد درست حسابی نداره. و همین آدم شد فرمانده لشکر امام حسین، بعد چی شهیدم شد. آدم به خدا از کارهای خدا همینطوری میمونه. اینطوریه دیگه بابا. همین احسان روز اول که من دیدمش گفتم وا این بچه، این جوان از خارج اومده، چه تیپی زده، اصلا به صراط مستقیم نمیره. نخه، بعد دیدم که همین جوان واسه مادرش نذر ابوالفضل العباس کرد. آره بابا جون، اگه همه جوانا جاهای گیر میکنن، باید مثل احسان متوجه بشن هیچ کس به دردشون نمیخوره جز ارباب آقا ابوالفضل العباس امام حسین. آره بابا. آقا جون من برم اینا رو بدم به افسانه که دیر نشده. شما همون چیزا رو به احسان نگید. منم که هر وقت میام انقدر کار برای من میذارین که نگو. ده چرا منت چه سر من میذاری دختر؟ اجر تو چرا ضایع میکنی؟ ای بابا، مهنت چه سر من میذاره دختر؟ خداحافظ. خیر پیش. استغفرالله ربی و توبه علیه.
بیدیم ورمنه. ورمنه از ما پرم. بله، واقعا ارادت من به شما چند برابر شد. حالا کمان تله بو. خب یه شما فرانسوی بلده؟ بله، من فرانسوی آذربایجان. خیلی خوب بابا این شهرام که از جگزه نگفت که شما به چه خاطری به ایران برگشتین و الا من اینقدر جسارت نمیکرد. بفرم خواهش میکنم. مرسی آخه شما زحمت اختیار شرمنده میشم. خواهش میکنم، خواهش میکنم. مرسی. میدونی به من چی میگفت؟ میگفت احسان رو نشون بده 20 میلیون تومن بهت بدن. تو چی گفتی؟ اونجا که چیزی نگفتم، گفتم باز فکر کنم. بابا این مدارک رو پیدا کن، گال قضیه رو بکن دیگه. آخه از کجا؟ چجوری؟ من اصلا نمیدونم. مامانم که اصلا خونه رو نمیخواد بفروشه. خدا کنه دست مرتضی باشه. خدا کنه؟ آره دیگه، اینجوری تکلیف و مشخصه. میریم یه جوری ازش میگیریم. بعیده. بکن بریم یه جای آبگوشت بخوریم. آبگوشت؟ آره خب حبس کردم. این چربیش اذیتت میکنه؟ پیتزا و اینا دورش تمام شد. آقا جان اجازونم بگید ریخ شوربای یخته. خدا حرف اضافی نزن، آخرشو بگو. آخرش این که گفته باید فکر کنم. که همش فکر میکنه. از تو هم دیگه بخاری بلند نمیشه مهندس. آقا بهروز عزیز صبر داشته باش جان من، بالاخره اول و آخر این سندا مال شماست. الو الو آقای مهندس، این لیست ملاقات های عقب افتاده است. اینم فاکس یک از طرف چند تا شرکت اومده. اصلا وقت نکردید ملاحظه کنید خانم؟ من که بعضی وقتا تا نصف شب تو این شرکت میمونم دیگه، باید چه کار بکنم؟ فکس ها رو بذارم رو میزم نگاهشون میکنم. قرار ملاقات هم تنظیم کنه برای فردا. اگه لطف کنید امروز. خانم وقتی گفتم فردا یعنی فردا. بسیار خوب، هر طور صلاح میدونید. فردا طلاهاتو میبرم بفروشم. یکی دو جا هم شهرام وقت دکتر گرفته که حتما باید با هم بریم. اگه با من کاری نداری من دیگه برم بخوام. چرا کارت دارم، یه دقیقه صبر کن. چند تا سوال داشتم. بپرس. قول میدی جواب کامل بهم بدی؟ حتماً حتماً حتماً. خیلی خوب. یک، ارث و میراث من چقدر برات مهمه؟ ماما من میرم بخوام. قول دادی، گفتی حتماً حتماً حتماً. خب آخه الان موقع این صحبت ها نیست. چرا هست؟ کدوم میراث؟ مثلا همین خونه. تو چطور مگه؟ اگه این خونه رو بفروشیم با پولش چی کار میکنی؟ شما رو معالجه میکنم. من که رفتنیم. شما همه چیزای تلخ رو یادت میاد ولی هیچ چیز شیرین رو یادت نمیاد. من نمیدونم دیگه باید چی کار کنم. برای من شیرین ترین چیز دنیا تویی. همیشه هیچ وقت فراموش نمیکنم. ولی به هر حال تعارف رو بذاریم کنار. من اگه مردم با پول این خونه میخوای چیکار بکنی؟ مامان ول کن. خب؟ قول دادی. نه. بشین. پرسیدم چیکار میخوای بکنی؟ خب بالاخره هر آدمی باید زندگی بکنه. ها؟ منم برمیگردم فرانسه. که مثل بابات. من مثل بابام نمیشم. من اونجا عادت کردم، من اونجا بودم، زندگی کردم. میرم اونجا زندگی خوب و عالی برای خودم درست میکنم، همین. خب مگه اینجا نمیشه با همین پول یه زندگی خوب و عالی همینجا ساخت؟ حتی بهتر. ببین مامان، من از روز اول که اومدم اینجا بجز شما و اون حسینیه و عمو سفر و علم و کتر و زنجیر و نمیدونم همه اینا، واقعا یعنی به جز یه مش خاطرات بچگی این چیز خوب دیگه ای برام نداشته. و همه آدم ها اینجا دنبال پولن
دنبال مال دنیان. خب بابات که تو دیار غربت به خاطر کم بوده همین چیزا مرد. اون چی؟ خب من اونجا راحت ترم. ببین اگه قرار باشه اسناد کارخونه پیدا نشه بعد پول خونه هم بهت نرسه اون موقع چیکار میکنی؟ من فکرشو نکردم ولی خب حتما اوضاع از اینی که هست بدتر میشه. خب پول توی زندگی انسان خیلی مهمه. بله ولی اونایی که ندارن چی؟ خب انگار توی این دنیا همه باید به فکر خودشون باشه. یعنی یه جوری هر کسی باید گلیم خودش و خودش از آب بیرون بیاره و دنیا خیلی بیرحمه. پس بقیه یعنی هیچ دیگه؟ نه خب هیچ که نه ولی ببین من از این بدم میاد. از این بدم میاد که همه آدم ها هیچ شعار بدن بگن که ما به فکر فقراییم، ما کمک میکنیم، ما کار خیر میکنیم. نه اصلا همین نیست. آدم باید توی عمل نشون بده که چی کار است. ما میتونیم بریم فرانسه. خب اونجا یه جای خوب بخریم و زندگی کنیم. شما خوب میشی، منم میرم سر کار و تموم. بله مثل قبل. لابد میخوای خدمت کنی به کسایی که همه زندگیشون رو پای قمار و مستی باختن. مامان من اونجا قبلنم بودم و آلوده نشدم. از این به بعدم آلوده نخواهم شد. آره خوشبختانه تو جوهر خوبی داری ولی نگاه به جوانای معتاد کردی ها؟ حتی به قول خودت تو خود فرانسه پلیس کلی از این آدم رو از گوشه خیابون جمع و جور میکنه. اونا چی از اول معتاد بودن؟ اگه رفتیم فرانسه من افتادم مردم کی جمع و جورت میکنه؟ قول میدی مثل گذشته محکم باشی و کج و کله نشی؟ مامان من خودم وجدانم. خب از سر نباید گذشت. اگه بابات نبود زور وجدانت میرسید؟ نمیدونم. من خونه رو فروختم احسان. فروختی؟ شوخی میکنی؟